خب رابین هیچی نگفت، من محسن رو میریم. محسن سلام. سلام، خوبی؟ خوبی. خیلی سخت بود بهت وصل شدن. چرا؟ واقعا یعنی من واسه خودم متاسفم که چیزی به این راحتی رو تا الان امتحان نکرده بودم. آخه چه خبر؟ مرسی. چرا سخته؟ لینکش رو میذارم. بابا خیلی راحته، دارم تیکه میندازم به خودم. اردون رو موی فرت برم آرمین. من تیکه انداختن خیلی بعضی موقع متوجه نمیشم، ببخش. آرمین من همونی هم که راجع به امیددانا صحبت میکردیم. خب گفتم ایران که بودم باش تو اوین تو یه جا بودیم. آها تو اوین با امیددانا تو یه جا بودی؟ این آدم آدمیه، این بشر یه آدمیه. حالا دلم نمیخواد اصلا راجبش صحبت کنم. این بشر یه بگم نگم هستن اینجا زنونه درست نیست. ببین به خاطر یه دقیقه، به خاطر یه دقیقه اینکه اعدامش اومده بود، خب نمیدونم خبر دارید یا نه. یادتون هست که اعدامش اومده بود؟ آره. می اومد تو سلول، خب می نشست پیش دست می نداخت گردنه، سلام داشت، خوبی؟ سلامتی؟ خب فدات شم. بگو عزیز دلم، ما خوبیم، تو خوبی؟ آره. داشت چی کار کردی؟ چی شد؟ کجا بودید؟ کدوم ور بودید؟ مثلا ما سمت انقلاب بودیم، فلان کار کردیم، من و فلانی دوتا اتوبوس آتیش زدیم، اینجوری اینجوری اینجوری. 5 دقیقه نمی شد میمدن میبردنت. خب اتوبوسی که آتیش زدی از کجا فنک آوردی؟ فنکت سفید بود؟ مالی کی بود؟ دستت بود؟ نه. اینجوری میفروخت. سر این فروختناش هم شد اعدامش در اومد بیرون و نمیدونم بیا برو عشق و حال و نمیدونم به هیچکی مرخصی نمیدادن امید دانا برو مرخصی و ترش همینجوری شد که اومد بیرون داره زندگیشو میکنه دیگه. ما فراری و در رو این کشور و اون کشور آوارش و پناهندگی بگیر و کوفت و زهر مار. آقا امید دانا نشست، چرا فلانی و فلانی و فلانی و تو ماشین فلانی و زهر مرز گرفتید کشیدیدش پایین؟ علای عدس تو کامیون عدس خوابیده بود کشیدیدش پایین. فلانی و سر مرز پیاده گرفتی، فلانی و از یه کشور دیگه کشیدید و آوردیدش ایران، امید دانا رو نمیتونست بکشید. یعنی تو میگی همه الانشم داری میگی با این گروه های سپاه و اینا در تماسه؟ ببین چیزی به اسم اپوزیسیون امید دانا اهلش نیست. امید دانا یه دوره اومد بیرون، اومد نمیدونم در جریان که هستی 100% میدونم، اومد خودشو چسبون به شاهزاده رضا پهلوی. خب بعد از اینکه خودشو چسبوند دید قبولش نمیکنن، اومد برعکس شد، اومد اول از این راه پا بذاره تو که اطلاعات بکشه بیرون و ببینه کی کجاست و کی چجوریه، چون داخل ایران یه سری ها بودن که داخل هم و اطلاعات و داخل سپاه آمار میدادن بیرون. مثلا طرف میگفت فلانی بیرون، به بیرون آمار میداد، میگفتش فلانی امروز بفرق ببین کشته های آبان ماه آماری که هست الان چیز داره میگه 304 نفر، نمیدونم چقدر، بگو سازمان ملل میگه 304 نفر، نمیدونم ما ها؟ آره فکر کنم گفت 340 یا 4، درست هم نیست. رویترز گفت 304 نفر. یه سری ها میگن نمیدونم 1500 خورده نفر. اینم شنیدم. ولی آمار دقیق اومده بیرون، مثلا تقریبی بهت بگم بالای 8000 نفر. کجا این آمار اومده؟ آمار دقیق اومده بالای 8000 نفر از داخل حفاظت اطلاعات سپاه آمار اومده. آمار دقیق 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 اومده که هلوش 300 نفر از خودیا بودن
بقیه مردم بودن، 300 نفر شهید شدن، بقیه به درک واصل شدن. این تو برگه نوشته. خب اینا رو بالای برگم 10 فقره قید شده که بسیار خصوصی، خیلی خیلی خصوصی، خیلی خیلی چیز و فلان و بیسار، خیلی امنیتی و کوفت و زرمار، ولی این از تو خود حفاظت اطلاعات اومده بیرون. امید دارم از... خواستش بیاد اینجا جا بگو اینا رو از کجا میگیم؟ اگه اینا بود که همه ما الان دیده بودیم که اینا رو کجا دیدی تو؟ ببین بهت یه دونه چجوری باید پی وی صحبت کنم. ها تو پرایوت چت اینجا میتونی بنویسی. داداش اینی که میگی من برام خیلی سخته. آها نه خب چیزه برات... رو فیسبوک برام بفرست. خب فیسبوک پیدات میکنم. خب من اینجا اومدم، شغلم کامیون دارم، اومدم بیرونم دارم اینجا رانندگی میکنم، نه سر وزن معلومی نه، اومدم بیرونم دارم رانندگی میکنم. حالا درسته مجبور شدیم در بیام بیرون، ولی خب باز اومدیم بیرونم کارمون رو ادامه دادیم. گوش کن چی داشتم بهت میگم. آها این بشر اومد بیرون، اومد رفتش طرف شاهزاده رضا پهلوی، به این دلیل اومد که ته اینا رو در بیاره، ببینه کیه تو ایران داره آمار میده. اینو به چی میگم؟ مثلا من الان خبر ندارم، من خودم رو دارم میگم، من خونم رو خبر ندارم. خب نمیدونم تو ایران داره تو خونم رو چی میذاره، به خاطر اینکه به منم نگن و منم قصه نخورم بیرون، چیزی بهم نمیگن. ولی رفیقم هست، خونه ما رفت آمد داره، رفیقم آمار دقیق خونمون رو میده. آی مادرت مریض شد، آی پدرت مریض شد، آی نمیدونم داشته تصادف کرده، آی فلان از کوفت و زهره مار. خب اینم کشیدش اینجوری بیرون، اومدش بیرون، اومد دید ببینه میتونه بیاد تو همین طرف بچه ها، که دید هیچ کی قبولش نداره، هیچی قبولش نداره، از این ور وارد شد. خب ماسه جان چند روز پیش برنامه گذاشته بودی، نمیدونم سردار رسانه و فلان و بیسار. سردار رسانه انقدر باگ داشته باشه، سردار رسانه انقدر سوتی بده تو داستاناش، یه سوتی دیگه هم داد. من یه برنامه میخوام بکنم اینو هفته دیگه. چی درستش میکنی؟ اینو هفته بعد میذارم سوتی دار... آماده باش باشیم از همین الله، همین موقع هفته دیگه. چیزه خب خیلی هم ممکنه تو لفته الان بدونن که شما کی هستین، از کجا مطمئن باشن که شما واقعا همسلولی بودین با این آقا و حرفه که داری میزنین درسته؟ چی بگم؟ چی دوست داری بگم؟ خب نه از... مثلا از کجا از کجا بدونن که شما اینا رو مثلا خودتون الان داستان تراشی نکردیم اگر برشون یه چیزی بگین که مثلا مردم اگه بخوام برن چک کنم ببینن شما از کجا میتونن اعتماد کنن به این حرفتون، چجوری این کار کنن؟ یعنی مدرک بگم مثلا، هر چیز خودت میدونی. نمونش سلول هفته اوین بودیم. چی بگم آقا، نمیدونم چی منظورتونه. خب آره، ولی خودت جای بسر جای بعضی تو لایف چت بذار دیگه، نمیشه که همیشه هر چیزی رو که داداش ببین این همه آدم. خب من دردی ندارم بخوام بیام باهات، من اصلا دلم نمیخواد اسمشو بیارم چون سرت همین آدم فروشی این آقا میخوام فوش بدم، میبینم نمیشه، کی قسم بخورم نمیتونم فوش بدمش، حتی به خاطر جمعیت که هست، حتی دقل هر کسی که هستش نمیتونم. ولی دلیلی نداره بخوام راجع به این آدم چرت و پرت بگم. من یه کشور دیگه، اون یه کشور دیگه، اون بوده نبوده. فقط همینو بهش بگم، من یه تقریبا 84 تا شلاق خوردم سرش، 74 تا شلاق خوردم سرش، جای شلاقش هنوز هستش الان کمرم رو نشون بدم، سر اینکه آمار داده بود. دلت میخواد کمرم رو هم الان نشون بدم؟ نشون بدم بده، ولی فقط چیزی باشه که روی یوتیوب قابل دیدن باشه.
نه چیز داری؟ سختی نیست. باش بذار ببینم تصویرم هست. باش باش. یه لحظه وایسا. پیرن تنم نیست وایسا ببینم. ولی بقیه جا تنت هست که فقط پیرن تنت نیست. آره شلوار تنم هست بابا. کمرمو میخوام نشون بدم داداش. نمیدونم اینا معلومه یا نه. نه معلومه؟ نه این جای خطا هنوز هست. حالا شاید کیفیت دوربین جوری نباشه که الان نشون بده، ولی خب خطایش الان ببین مال سال 88 تا الان چند سال داره میگذره؟ 12 سال داره میگذره. به خدا قسم هنوز که هنوز میان دست میکشن. جاش تو کمرم هست، قشنگ بند انگشت بلند شده، خون میومد. من تا یک ماه اینوری بودم، تا یک ماه برعکس بودم، از پشت گردنم تا نوک پام خوردم. خدا نگذره ازش. ببین من برای اینکه این چیزا رو نمیشه، ببین انگیزه ها رو نمیشه اثبات کرد، خب برای همین سوتی هایی مثلا اشتباه هایی که میکنه حرف اینا رو دیگه لازم مدرک لازم نداریم، برنامه خودش رو داریم نشون میدیم. یعنی نظرم چیه؟ یعنی بعضی میگن این با سپاه، نه با سپاه نیست، نه رفته مثلا خواسته مثلا با رضا پهلوی محلش بذاره، محلش نذاش، عقده‌ای شد، برای همین الان طرف جمهوری اسلامی پول میگیره پول نمیگیره. این چیزا رو ما نمیتونیم اثبات بکنیم. خیلی هم کاری میکنه به خودش ربط داره. آره انگیزش مهم نیست، مهم اینه که یه حرفایی داره میزنه که کاملا غلطه. ما اینو ما اثبات برای این چیزی سند لازم نداریم، ما حرفای خودش رو میایم نگاه میکنیم. درسته؟ تموم شد و رفت. آقا اصلا من میگم اون دوران آدم فروششو کرد منو، به غیر از منو صد تای دیگر رو. خب آمار داد. ببین کمترین چیزی که میتونم بهتون بگم، برید ببینید این آدم حکم اعدامش اومده بود یا نه. چجوری میشه حکم اعدام یه نفر، اعدام سیاسی یه نفر بخوابه؟ خب من نمیدونم این حکم اعدام چجوری کار میکنه، من همین نظر خیلی نمیتونم بدم. ببین آرمین، اعدام خب نمونش نوید افکاری. خب سهیل عربی هم حکم اعدام داشت ولی هنوز اعدام نشده. هنوز نشده درسته؟ هنوز نشده ولی احتمالش هست در بره. چقدر؟ نه خب من نمیدونم، آمار ندارم که چقدر احتمال داره یک کسی در بره یا نه. ببین این آدم تو برهی از زمان اومد خب که اوج بکش بکش بود. این آدم عکس و فیلمش وقتی که اومد بیرون که تو خیابون جلوی مردم میزد میگفتش بگید مرگ بر دیکتاتور و فلان و بیسار. گفت اصلا میگفت مرگ بر ولایت فقیه. آره برای من هم عجیبه. ببین این دستبند سبزی که بسته بود به دستش، بسته بود رو پیشونیش و لباس سفید و سبزی که تن میکرد، همه رو فوش میداد. شما جرأت داری همین الان بیرون ایران یه فوش به رهبر بده؟ میان سر میبرن سلاخی میکنن. نمونش نه بیرون ایران نمونش... که جرأت خیلی نمیخواد. بیا من میگم خیلی نمیخواد. آره خیلی نمیخواد خب. ولی ببین نمونش آدم، ببین منو تو داریم یه بار میگیم خب، باز خیال تخت دارن تهدید میکنن، دارن آمار در میارن خب. ولی آقای مثل فریدون و فرخزاد رو گذاشتن نفس بکشن. خب اون اوائله. اگر امید دانا آدمی بود که آمار نمیداد، با اون همه اختشاشی که کرد تو خیابون، با اون همه کسافت کاری که بالا آورد، حکم اعدامش میخوابید؟ خب یه ذره دو دو تا چهار تا معمولی ها. آره ببین آره، ولی این میشه چیز، این میشه حدس و اینا. خب یعنی باید این این میشه مثلا استدلال کردن ولی مدرک نمیشه. میدونی از این ببین مدرک مدرکش این مدرکش این که چند صد نفر کشته شدن، چند صد نفر اعدام شدن. چقدر ساده اعدام شدن. درست. طرف وقت نکرد مادرشو ببینه خداحافظی کنه،
هم سلولی خودم بغل خودم میخوابید، وقت نکرد مادرش رو ببینه. خب تو مثلا تو برای چی زندان بودی؟ من هم سر همه اختشاشات بیرون بودم، زندان بودم. خب مثلا تو رو چرا اعدام نکردن؟ مال من اونقدری نشد، بعد با سند اومدم بیرون، سند گذاشتم اومدم بیرون، اون سال سند گردن کلوف گذاشتم و مصادره شد، ملک مصادره شد. یاد بچه ها میفتم اشکم در میاد. ولش کن آرمین، خیلی خوشحال شدم نداشت. درود بگم، مرسی، ممنون. حالا هفته بعد دوباره این کار اگه خواستی دوباره بیا، اگه خواستی حرف بزن حتما لینک میذارم دوباره بیا، باشه؟ چش داشت، درود بگردم. حالا رو فیسبوک هم با هم رو فیسبوک هم با هم تماس بگیر، باشه؟ فعلا خداحافظ باشه. فعلا فعلا خدا فعلا. مرسی محسن جان. چجوری بیام تو لایو دوباره؟ من لینک میذارم توی الان. چجوری برگردم؟ الان برم تو یوتیوب میتونم ببینم دیگه. درست. آره. دوباره اگه وقت شد دوباره لینک میذارم، باشه؟ خداحافظ. فعلا خداحافظ.